در این بخش از برنامه درباره والیبال صحبت میکنیم، اتفاقات حواشی والیبال، امپراتوری بی حد و حصر آقای محمدرضا داورزنی در والیبال که تمامی نداره، کسی منکر کار کردن، پول آوردن و فعالیت های داورزنی نیست. من سالیان سال خودم در صدا و سیما بودم، واقعا باش مصاحبه میگرفتم، مدیر کاربلدیه، اما مدیریه که وصل به سیستم، به خصوص سیستم سپاه، و گفتم آقای داورزنی تا معاونت وزارت ورزش هم حتی زمان میگفتن کاندیدای وزارت ورزشی هم هست. همین الان در فدراسیون والیبال بدونی که از این کسی کاری بتونه کاری باشه داشته باشه داره کار میکنه و هر یه مدت یه بارم مورد تفقد رهبر ایران قرار میگیره. در این قسمت در خدمت دو تا از کارشناسان خوب والیبال برنامه سود، دوست خوبم فرزاد فرهادیان، ملی پوش اسبق والیبال و کارشناس برنامه سود از گرونینگن هلند، و میثم پورجلالی عزیز از مدیران اسبق فدراسیون والیبال و از کارشناسان والیبال از فرانکفورت آلمان در خدمتتون هستیم. بسیارم خوشحالم که در خدمت هر دو بزرگوار هستیم. در خدمت میثم عزیز برای اولین بار، اما بعد از مدت ها با فرزاد فرهادیان عزیز هستم. فرزاد واقعا درجه یکی، نه چی من از اخلاق، از منش، از گفتم که از حالا بحث فنیش که یه طرف، از اخلاقش که فوق العاده است، و واقعا من افتخار میکنم که تو برنامه سود در خدمت فرزاد هستم. یکی از افتخاراتم در زندگی با فرزاد فرهادیان دوست هستم. بریم به گرونینگن هلند. فرزاد جا خدمت سلام عرض کردم، بسیار ممنونم که تو برنامه حضور داری. آقای فرهادیان، تیم ملی والیبال در رقابت‌های لیگ ملت‌ها حضور داره. ما با دو تا بازی اول و بعد باختیم، مخصوصا به ژاپن 3-0 یه جورایی تأخیر شدیم در مقابل ژاپن. در مقابل لهستان هم دو گیم رو برده بودن، میتونستن ببرن، اما یه جورایی آماتور بازی در آوردن، شیکم سیدی بازی کردن، نمیدونم کادر فنی یه جورایی آچمز شد. درباره اتفاقات حواشی تیم ملی والیبال صحبت بفرمایید توی مسابقات که چرا انقدر بد شروع کردن. با عرض سلام خدمت شما، در رابطه با سوالتون هست که حضورتون که کارشناسا بارها گفته بودن که ژاپن رو دست کم نگیریم. ببینید ژاپن با سرمایه گذاری که در لیگ حرفه‌ایش انجام داده و بازیکنهای خوب دنیا رو داره جذب میکنه، نتیجهش هم دیدیم که در باشگاه آسیا هم تیم ایران رو شکست دادن، قهرمان شدن، و حالا در سطح ملی هم میبینیم که بارها و بارها به راحتی تیم ایران رو شکست میدن. عرض کنم حضورتون که دو بازی اولی که ما به ژاپن و لهستان باختیم، به حال ژاپن بی نقص بازی کرد، یک بازی بدون اشتباه رو به نمایش گذاشت و نتیجهش هم دیدیم که با برد به پایان رسید. ولی در رابطه با بازی با لهستان، به نظر من حالا ممکنه اشتباهات فردی بازیکن‌ها تاثیرگذار باشه، ولی در کل کادر فنی یک مقداری کوتاهی کرد و ما تفاوت بین یک کادر فنی حرفه‌ای و به حال کم تجربه رو در این گونه مسابقات حساس میتونیم ببینیم. در این شرایط حساس که تیم دو ست برنده است و میتونه بازی رو با برد به پایان برسونه و میتونست یه نتیجه چشمگیری واسه والیبال ایران باشه و نظر روحی هم واسه کادر فنی هم واسه بازیکن‌ها بسیار مهم بود، متاسفانه با شکست عوض کردیم. و به نظر من، حالا با تمام احترامی که واسه دوستام در کادر فنی تیم ایران دارم، کمکاری کردن، اشتباهات فاحشی که باعث شد ما به راحتی 3 گیم و پشت سر هم از دست بدیم و به حال در این سطح حرفه‌ای هم اشتباه به حال رخ میده، ولی اشتباهی که شما در ارنج اصلی تیم فراموش بکنین که پاسه رو جای بدیم، به هر حال این غیر قابل گذشته. در مورد آیتایی دوست بسیار خوب من هستن، در گذشتم هم بازی بودیم، ایشون بسیار زحمت کشیدن تا به این پایه رسیدن و سرمربی تیم ملی والیبال ایران شدن. به هر حال احتیاج به کسب تجربه دارن، احتیاج به زمان دارن، خود ایشون بهتر میدونن، باید واقع بین باشن که آیا میتونن تیم ایران رو به اون هدفی که ما داریم، ما نباید همیشه قانع بین باشیم. خب
در مسابقات شرکت بکنیم و همون جایگاه قبلی رو گفتم که قانع به هفتم، هشتم یا دهم جایگاه جهانیمون باشیم. در این مورد به نظر من اگه یکی از مربی های سرشناس، حالا یا در کنار آیتایی یا به عنوان کسی که مربی های ایران رو تعلیم بده، یکی از مربی های به نام دنیا اگه باشه، به نظر من والیبال ایران میتونه بهتر از این که هست خودشون نشون بده. امیدوارم که در آینده نتایج بهتری تیم ایران کسب کنه. به هر حال چون من در کنار تیم نیستم و شرایط درونی تیم رو نمیدونم، به راحتی نمیتونم در رابطه با کارهای عطایی نظری بدم. ایشون به هر حال هیچ مربی دوست نداره که بازنده مسابق باشه، ولی به نظر من ایشون هنوز جا داره که کسب تجربه بکنه. بسیار ممنونم از فرزاد فرهادیان عزیز. توی این قسمت حالا مهمون بعدی برنامه مرسم پورجلالی عزیز، یکی از مدیران اسبق فدراسیون والیبال، کسی که از دالون‌های تنگ و تاریک این فدراسیون و وزارت ورزش ایران کاملا اطلاع داره و یکی دو تا مسابقه من ازش دیدم، به خصوص مسابقه که با پیام یونسیفور در ایران وایا کرده بود. به صراحت مرسم تو مسابقه گفته بود که آقای داورزنی یه توییت های گرون قیمت، همین الان یه پراید یه دونه 206 تو ایران یه مل نزدیک یه میلیارد دیگه، یه توییت های ردفورد برای وزیر بخری و بشی معاونش، من نمیدونم دیگه چیکار باید بکنی که بیان گریبانتو بگیرن. مثلا جان، به عنوان سال اول تیم ملی ایران در رقابت های لیگ ملت ها داره بازی میکنه، دو تا بازیشو بد باخت مقابل ژاپن، واقعا نمیدونم هیچ توجیهی نداره. حالا میتونیم بگیم دور لهستان میتونستن ببرن، حالا در نهایت واگذار کردن. لهستان خب قهرمان جهان هم بوده، سابقه اون عناوین زیادی داره، اما مقابل ژاپن 3-0 باختن به نظر من توجیه نداره. میخواستم دیدگاه شما رو بگیرم در این باره. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. در خصوص تیم ملی والیبال و عملکرد این تیم در لیگ جهانی، متاسفانه عملکرد قابل قبولی نداشتند. در بازی با ژاپن واقعا تحقیر شدیم و نمایش خوبی از والیبال به اجرا نذاشتند، به طوری که در ست اول هنوز بازی شروع نشده این کادر فنی مدعی ارنج یا آرایش اشتباه رو وارد تبلت کردن و این اشتباهشون باعث شد که در ابتدای بازی بدون پاسور باشه، مجبور شدن دست به تعویضی بزنن و قدرتی زن رو از زمین خارج کنن و به جای ایشون پاسور رو به داخل زمین بفرستن و دیگه تا پایان ست نتونن از قدرتی که آقای معنوی نژاد باشه استفاده بکنن. خیلی ضعیف بازی کردن، عملکرد خوبی در سرویس نداشتن، در دریافت نداشتن، در حمله نداشتن و ترکیب بازیکنان جوان و حالا بازیکنان قدیمی به نظر من در این سطح از مسابقات جوابگو نیست و زمان میبره تا اینها با هم هماهنگ بشن، ولی خب کادر فنی ما اصرار بر این موضوع داره. متاسفانه عدم هماهنگی بین کادر فنی و بازیکنان این اتفاقات رو رقم میزنه. در بازی با لهستان هم دو گیم رو خیلی خوب شروع کردن، عملکرد خوبی در سرویس داشتن، در توپگیری، در دفاع و در حمله، مخصوصا در مناطق 2 و مناطق 4 هر کاری که دوست داشتن در 2 ست انجام دادن، ولی به قول معروف گفتنی از سر سیری بازی کردن و احساس کردن بازی تموم شده و 3 گیم متوالی رو دادن و پاسور تیم لهستان واقعا عالی کار کرد، قدرتی زناشون را انداخت، پشت خط زنشون را انداخت و تونستن که هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. بسیار ممنونم از میثم عزیز، امیدوارم که برنامه امشب تا اینجای کار مورد پسند رو زد. شما قراری بودید مدت رو درباره والیبال صحبت نکرده بودید، کارشناس های زیادی تو این برنامه سود هستم، امیدوارم تو برنامه بعدی هم خدمتتون باشن. دوست خوبم شیرین زیرنویس میکنه روهای ارتباطی ما و شما رو، برید اونجا
در یوتیوب ما رو سابسکرایب بفرمایید، در اینستاگرام فالو، و خدمتتون عرض کنم که در فیسبوک هم لایک تا بتونیم ما در خدمتتون باشیم. من اینو دارم به جرئت میگم، واقعیت رو با صداقت دارم میگم، تنها راه ادامه حیات ما همراهی شماست، و الا خب بندم اینجا کاری ندارم که بخوام انجام بدم. این برنامه سالیان سال داره پخش میشه، فقط و فقط دلخوشی ما همراهی شماست. اگه تا الان نبود مطمئن باشید که منم بعد از ایران فردا تو همه یوتیوب هم نمیتونستم اجرا بکنم. تنها دلخوشی ما همینه. بازا جان، شما بازیکن ملی بودی، از افتخارات والیبال ایران بودی، در ایران رفت آمد داشتی، با آقای داورزنی هم دیدارهای متعددی داشتی. کسی منکر زحمات ایشون نیست، من توی مقدمه هم عرض کردم، اما واقعا آقای داورزنی یه امپراتوری وحشتناکی داره دیگه، یعنی کسی نمیتونه منکر این قضیه بشه. واقعا چرا ایشون به جای پاسخگو نیست؟ خیلی مقام بیانات رهبر ایران رو بعضی موقع شد کامنت میذاره که آقا رهبری گفته ما مربی ایرانی دوست داریم، چقدر کارهای داورزنی خوبه. میخواستم از جنابالی بپرسم واقعا چه کسی باید نظارت بکنه به کار آقای داورزنی و امپراتوری ایشون تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟ نظر شما رو میخواستم بپرسم. از کاموزین در رابطه با مدیریت آقای داورزنی، ایشون من خدمتشون رسیدم یک بار در هلند، به حال ایشون زحمات زیادی هم واسه والیبال ایران کشیدن، ولی ببینید قدرت همیشه باعث میشه که آدم یه غرور کاذبی بهش دست بده، و این غرور کاذب باعث میشه که به هر حال اون مدیریت قاطع رو از دست بدین، و به هر حال اون چشم بینا رو آدم از دست میده. در واقع با ارتباطاتی که من با دوستان دارم و پیشکسوتای قدیمی چرخ پیشم، آقای مظفری دوست خوبم، گفتن که خیلی از پیشکسوتا، مربیا، کارشناسا و کسایی که واقعا میتونن کمک حال والیبال ایران باشن، متاسفانه حاشیه نشین شدن، شده در واقع بحث فرزند پدری و فرزند ناپدری. یک سری شرایط هست برای ورود به فدراسیون، این آقای داورزنی به نظر من باید مورد توجه قرار بدن. همیشه در بحث مدیریت و کسایی که در کادر اجرایی فدراسیون یا کادر مربیا قرار میگیرن، باید، حالا من اینو دورادور شنیدم دقیقا نمیدونم، باید یک سری مسائل رو رعایت بکنن، و اینه که در واقع هر سازمانی که قرار باشه یه حاشیه امنیت واسه خودش درست بکنه، و کسایی که خودین و را بده، و کسایی که در واقع دلسوز والیبال هستن و انتقاد میکنن خارج از این حاشیه باشن، به نظر من این راه خطاییه، و به نظر من آقای داورزنی باید یک تجدید نظری بکنن از کارشناسا و پیشکسوتایی که در داخل ایران هستن، سالها در این رشته زحمت کشیدن، بیشتر استفاده بکنن. متاسفانه یک سری ها الان در کنار فدراسیون والیبال هستن که بیشتر، با تمام احترامی که واسه این دوستان دارم، بیشتر به فکر منافع شخصی هستن. اگه ما هم اینجا صحبتی میشه با دوستای دیگه که در خارج از کشور هستن، بیشتر بحث دلسوزیه، انتقاد سازنده است، ولی متاسفانه به ذائقه بعضی از دوستان در ایران خوش نیومده، و به هر حال ما رو به عناوین مختلف تهمت زدن که اینا دنبال شهرت هستن، اینا دنبال توجه هستن. میخواستم به این دوستا بگم که این توجه و شهرت و همه ما زمانی که در ورزش بودیم به اندازه کافی از مردم عزیز ایران گرفتیم دیگه، عقده توجه و شهرت و مورد توجه قرار گرفتن این حرفا رو نداریم. منتها ما افتخارمون اینه در این قربت، اگه تیم ایران پیروز بشه، اگه والیبال ایران اسمش تو دنیا سر زبونا بیفته، به هر سربلندیش هم واسه ماست. این تنها عشقیه که به ما میده، وگه نه نظر مسائل
مادی ما هیچ احتیاجی به فدراسیون والیبال یا به والیبال نداریم. همه به هر حال از طریق ورزش تونستیم سرسختانه در زندگیمون تلاش بکنیم و به یه زندگی نرمالی برسیم. میدونم شرایط در ایران سخته، ولی انسان با شرف زندگی کردن خیلی زیباتره، بیشتر بهش مزه میده تا اینکه به خاطر چند سبایی یا به خاطر مادیات انسانیت و مهمتر از همه اخلاق ورزشی رو زیر پا بذاره. متاسفانه شرایط مادی باعث شده که خیلی از ورزشکارا اون اخلاق ورزشی رو کنار بزنن. بالا میگم شاید میگن که ایشون کنار گود نشسته و میگه لنگش که، از شرایط ایرانم کاملا آگاه هستم، ولی امیدوارم که شرایط طوری مهیا بشه که آدمای مربوط جای خودشون رو پیدا بکنن و آدمای نامربوط از این گوت و از این دنیایی که متعلق به کساییه که زحمت کشیدن و عرق ریختن دوباره به همون افراد برسه و والیبال ایران مثل همیشه در دنیا سربلند و سرافراز باشه. بسیار ممنون از دوست خوبم فرزاد. میثم جان، جناب‌عالی تو فدراسیون والیبال سالیان سال مدیریت داشتی، همه مدیران این فدراسیون و وزارت ورزش کاملا میشناسی، باهاشون رفت آمد داشتی و کاملا میدونی که نقطه ضعف و قوتاشون کجاست، باگاشون کجاست. تو مصاحبه که با پیام داشتی و جاهای دیگه به صراحت اعلام کرده بودی که آقای داورزنی یه تویوتا رفت و خرید، رفت به آقای سلطانی فر داده شد معاون وزیر و اونجا شروع کرد به جولان دادن دیگه، خب معاون ورزش قهرمانی همه کاری وزارت ورزش. این اتفاق چی بود قضیهش و اینکه آقای داورزنی تا کجا قراره به این تاخت و تاز خودش ادامه بده و چی کار و اگه کسی همیز گریبانش رو بگیره اصلا؟ در خصوص آقای داورزنی، با توجه به محدود بودن وقت خب نمیشه یعنی تنظیم کرد که همه مطالب رو گفت، ولی چکیده ای از مواردی که پیش اومده در سالیانی که من در فدراسیون والیبال حضور داشتم خدمتتون عرض میکنم. مافیای فساد، مافیای زد و بند، مافیای بیزنس، متاسفانه هر کاری که ایشون دلش خواست انجام داد بدون اینکه کسی بگه بالای چشمت ابروه. از سامانه پیامکی هواداری گرفته میلیاردها تومان پول، از خریدهای غیر شفاف، از درآمدهای تبلیغات محیطی که به اسم خودشون در واقع برای والیبال هزینه کردن در صورتی که اینجوری نیست، حساب دو امضایه باز کردن، پولش در یک حسابی اومده که متاسفانه اصلا شفافیتی نداره. آقای داورزنی برای رسیدن به اتاق آرزوهاش در وزارت ورزش هزینه کرد. ایشون هزینه کردن رو بلده، آدم خریدن رو بلده. یک دستگاه تویوتای رفور خریداری کردن و به آقای سلطانی فر وزیر وقت ورزش هدیه دادن که ایشون براشون در عوض حکم معاونت رو بزنه. زمانی که ایشون به وزارت ورزش رسیدن، خب ساخت و سازهای وزارت ورزش رو در شرکت تجهیز و زیرساخت به دست پیمانکار مورد اعتماد خودشون دادن، فاکتورسازی، سندسازی، هزینه های اضافی و اینها رو همه در کارنامه ایشون مشهود و مستند هست. فقط من میتونم اینو به شما بگم در دفتر ایشون در وزارت ورزش، دفتر معاونت قهرمانی و در دفتر ریاست فدراسیون چیزی حدود به 5 میلیارد تومان هزینه شده که هزینه های دکوراسیون هست که سازمان بازرسی کل کشور در این قضیه ورود کرده و دست رو این پرونده گذاشته. ایشون پرونده های قضایی باز دارن در دادسرای کارکنان دولت و بسیاری از این مطالبی که خدمت شما من عرض کردم. با توجه به اینکه وقت برنامه ایجاب نمی‌کنه، امیدوارم به من یک فرصتی رو بدین که من بتونم در برنامه‌های بعد به طور مفصل در این خصوص گفتگو کنم با شما. خیلی متشکرم، ارادتمند شما. آقای فرهادیان، به عنوان سال پایانی خیلی هم خستت نمی‌کنم. خانواده والیبال یه
سکوت مرگباری دارن، یعنی یه چجوری میخوام عرض بکنم یه انفعال خاصی دارن، ازشون بعیده خانواده والیبال که خانواده بزرگی هم هستن و بسیارشون هم تحصیل کرده. خود جنوالی از خانواده والیبال هستی، چرا خانواده والیبال ورود نمیکنه به این دارونهای تنگ و تاریک فساد در والیبال و چرا گریبان آقای داورزنی رو نمیگیره و چرا نمیاد بگه آقا والیبال ما دیو موفقیت قبل رو نداره و یه جورایی داره درجا میزنه؟ رابطه با این که فرمودین جامعه والیبال سکوت اختیار کرده، ببین شرایط خیلی مهمه. خب به هر حال الان در جامعه ما طوریه که در هر جایی شما منتقد باشین به هر حال به ذائقه خیلی خوش نمیاد و دچار دردسر میشین. ببینیم والیبالیسا به جز والیبال هنر دیگه ای ندارن. الان خیلی از دوستا هستن که به هر حال باز درآمدشون از طریق والیبال آکادمی های مختلف دارن و در واقع روزیشون وابسته به والیبال و فدراسیون والیباله. میگم من نمیتونم خودم رو جای اونا قرار بدم، سخته. الان شرایط طوریه که شما باید انتخاب کنیم بین به هر حال زندگی که دارین از طریق والیبال و مخارج خانوادتون رو تامین کنه و انتقاد کردن از فدراسیون والیبال. در واقع متاسفانه شرایطی پیش اومده کسایی که تو ایران انتقاد حتی سازنده میکنن خارج از گود قرار میگیرن و وقتی شما خارج از گود قرار بگیرین به عنوان یک ورزشکار که حرفه دیگه بلد نیستین، خب من الان خیلی از دوستا رو میشناسم که تو ایران از نظر مادی دچار مشکل شدن. به هر حال میگم اخلاقا فرق داره، بعضیا ممکنه قید همه چیو بزنن، همونطوری که الان خیلی از دوستام هستن، دوستای ورزشکار و والیبالیست که حاشیه نشین شدن، میدونم زندگیشون هم سخته ولی خب تن به خیلی چیزا ندادن. متاسفانه یعنی فکر کنم اکثر سازمان‌ها همینجوری هستن، حتی در ورزش شما اگه منتقد باشین جایگاه خودتون از دست میدین و الان در واقع فدراسیون والیبال جایی شده که شما اگه مقایسه بکنین بچه‌هایی که در فدراسیون والیبال فعال هستن، ببینید چه کسایی خارج از این گود هستن. ما خیلی بازیکنای بزرگی داشتیم، اسطوره بودن که متأسفانه از تجربیاتشون استفاده نمیشه به خاطر اینکه با یه سری مسائل موافق نیستن. خب میدونیم برمیگرده به شرایط حالا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران که این افراد با وجودی که میخوان دل جون کمک بکنن والیبال خارج از این گود قرار میگیرن و متاسفانه کسایی وارد شدن که نه نام و نشانی دارن و نه تجربه آنچنانی در والیبال دارن. بله فقط من میتونم بگم که زبون چرب و نرمی دارن و اخلاقیات هم واسه شون زیاد مهم نیست. اینه که حرف و حدیث زیاده، اگه ما بخوایم اینو به حال بخوایم باز بکنیم بسیار دردناکه، ولی در واقع حیف که فدراسیون والیبال از تمام قدرت و سرمایه‌ای که میتونه کمک‌حال والیبال ایران باشه استفاده نمی‌کنه. متأسفانه در کمیته مربیان و کارشناسایی که وارد حوزه والیبال شدن بیشتر منافع شخصی مهمه تا منافع والیبال و منافع ملی. امیدوارم که یه دگرگونی وجود بیاد، ولی خب سکوت کردن خیلی از افرادی که در جامعه والیبال هستن بستگی به شرایط هم داره. سکوت کردن هم شاید بعضی موقع نمیدونم دردناک باشه، ولی ماها به یک چیز اعتقاد داریم و اینی که به حال اینیز بگذرد و والیبال ایران دوباره سربلند میشه و اونایی که به حال غیر صادقانه با والیبال ایران به یه جایگاهی رسیدن یک روزی دستشون رو میشه واسه افرادی که واقعا در این رشته خاک خوردن و زحمت کشید. همین سوالو از میثم عزیز دارم. میثم جان، واقعا خانواده والیبال ایران، من
هر چی دارم نگاه میکنم یه کامنت، یه مطلب، یه دونه انتقاد نداشتن از آقای داورزنی و تیمی که داره باش کار میکنه و نیومدن تو اتاق، اصلا اتاق فکر فدراسیون والیبال کیا هستن، چجوری قضیه، چیکار دارن میکنن و اینکه تا کی قرار به این سکوتشون ادامه بدن. میخواستم از جناب والی بپرسم که داستان این قضیه چیه، شما خب بالاخره تو اونجا بیشتر حضور داشتی. در خصوص خانواده والیبال، ببینین خانواده والیبال متاسفانه اسم خانواده والیبال فقط ازش مونده. آقای داورزنی همه رو بایکوت کرده، همه رو خونه‌نشین کرده و اونهایی هم که هستن از ترس از دست ندادن جایگاهشون متاسفانه همکاری های لازم رو انجام ندادن و صدای دیگران نشدن. کما این که در ترکیب هیئت رئیسه هم افراد والیبالی رو ما نمیبینیم. آقای داورزنی جوری تنظیم کردن که فقط افراد بله قربانگو باشن و نقشه های ایشون رو عملی بکنن. خانواده والیبال متاسفانه این روزها از همدیگه حمایت نمی کنن و همدیگر رو پس می زنن. جو فدراسیون والیبال جوری شده که هر کس که بیشتر تملق و چاپلوسی بکنه جایگاه بهتری داره. از این رو خب به خاطر منافع مالی و منافع اجتماعی و اینکه همیشه در تیمی باشن و کنار تیمی باشن سکوت رو اختیار کردن و متاسفانه این سکوت اختیار کردن به ضرر والیبال و به ضرر منافع کلان والیبال هست. امیدوارم که یه روزی به خودشون بیان و جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنن. بسیار ممنونم از دوست خوبم میثم عزیز و فرزاد فرهادیان، بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امشب بسیار پروپیمون بود، امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و تونسته باشیم اون چیزی که لیاقت شما هست تو برنامه ارائه کرده باشیم. مطمئنن نظرات شما بسیار راهگشا است و درجیه که اینو من دارم در چنل سو در یوتیوب میبینم و واقعا بهش افتخار میکنم. اینو بدون اغراق و بدون حب و بغض دارم عرض میکنم.